خب سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، انشالله که سلامت باشید. من مشتبه علی اکبر، درس منطق و فلسفه رو در خدمتون هستیم. امروز جلسه اول یک کلیاتی بهتون میگم و میگم که درس رو از کجا شروع میکنیم و مفاهیم درسی به چه صورت هست. تحمین علی، مهسا و یسرا، سلام بنده رو هم بپذیرید، انشالله که سلامت باشید. من اول یک کلیت رو بهتون میگم و امروز هم زمان رو باهاتون فیکس می‌کنیم. ساعت 3:30 تا 5:30 هست که کلاس رو با هم دیگه خواهیم داشت و انشالله کل ماجرای درس رو خدمت شما خواهیم گفت. ببینید بچه‌ها، ما یک زمانی داریم تا دم امتحان کنکور، 240 روز تقریبا تا دم امتحان کنکور داریم و این 240 روز تا دم امتحان کنکور رو باید تقسیم بندی دقیق و جدی داشته باشیم. ممنونم رئیس، سلامت باشید ان شاء الله. ببینید ما 300 روز داریم برای دوز بسیار مهم. یکی از روزهای بسیار مهم ما 20 خرداد 1402 هست و بعدی هم تقریبا 10 تیر ماه 1402 هست که اولی برای امتحان تشریحی آماده میشیم، امتحان تشریحی فلسفتون، و بعدی هم در باب امتحان کنکور، یعنی دو روزی که باید پشت سر هم دیگه داشته باشیم. توی امتحان کنکور شما بچه ها ما 3 کتاب رو داریم. کتاب اولمون کتابی هست به اسم کتاب منطق، مال سال دهمتون هست. تعداد تست ها تقریبا 8 تست. دومی فلسفه 1 شما هست، تعداد تست ها 4 تست. و بعدی هم کتاب فلسفه 2 شما هست که تعداد تست هاش 8 تست خواهد بود. همینطور که بچه ها دارید میبینید ما تقریبا پایان 60% امتحان کنکور رو به خودش اختصاص داده. سلام زهرا، سلام نینا، سلام ندا، سلام وقتتون بخیر. ما تقریبا امتحان، سلام لینا، امتحان پایمون تقریبا چیزی حدود 60% رو به خودش اختصاص داده، یعنی کتاب منطقمون و کتاب فلسفمون. و کتاب فلسفه دومون تقریبا 40% امتحان کنکور ما رو به خودش اختصاص داده، ولی بسیار اهمیت داره. چرا؟ قربون شما، برای اینکه بچه ها اگر قرار باشه ما اینجا امتحان بدیم و این امتحان ما هم امتحان تشریحی باشه، اصلا مجوزی میشود برای اینکه بتونیم در 10 تیر ماه امتحان کنکورمون داشته باشیم. پس فلسفه 12 شما به 2 جهت اهمیت داره، هم به واسطه اون 40% کنکورمون، هم به واسطه امتحان تشریحی که مجوز ما برای ورود به امتحان کنکوره. خب پس بنابراین 2 روز بسیار مهم و تمام تقریبا 340 روز آینده ما باید تارگتش همون 2 روزی باشه که منتظرش هستیم. برنامه هامون، رفتارمون باید همه به این شکل باشه. ممنون ماهان عزیز، سپاسگزار. پس بنابراین بچه‌ها یک تقسیم بندی، یک نوع برنامه ریزی ذهنی، یک جور اراده معطوف به بردن در شما باید وجود داشته باشه که بتونیم این مسیر رو بریم. ولی فقط اراده برای بردن کافی نیست، شما باید چیزهایی که احتیاج هست برای بردن رو هم داشته باشید. حالا قربان شما، بریم سراغ این نسبت ببینیم که ماجرای درسی که من با شما کار میکنم به چه صورته. ببینید بچه ها، ما اول تابستان رو در پیش رو داریم، بعد مهر، آبان، آذر، بعد دیماه رو داریم، بعد بهمن و بعد هم اسفند. اینا روزایی است که بله رایگان زهرا جان، جزء شما رایگان هست و در خدمتون خواهیم داد، بهتون ماجرای جزوتون هم میگم. بچه ها ما تابستان فلسفه 2 رو شروع میکنیم، از سخت در اینجا شروع میکنیم، یعنی فلسفه 2 که نه هیچ آشنایی باش داریم، میگم محدثه که باهاش هیچ آشنایی هم ندارید، یعنی نه احتمالا با کلاس من آشنایی دارید، نه با نحوه تدریس من آشنایی دارید، نه با مباحث، ولی دلیل داره که این کار رو انجام میدیم. در مهر و آبان و آذر بچه ها فلسفه 1 رو خواهیم داشت به علاوه منطق. در دیماه شما احتمالاً 1-2 هفته یا بیشترش رو تعطیل هستید، برای خدمت شما عرض کنم که
امتحانات ترم یکتون و در نهایت هم در بهمن و اسفند شما ترم دوی فلسفه دو رو خواهید داشت. یعنی ببین، ما از الان که شروع میکنیم، یعنی از همین امروز که داریم شروع میکنیم، فلسفه دو رو با شما استارت میزنیم و امیدوار هستیم که در پایان تابستان ما تونسته باشیم 6 درس اول یعنی ترم یک رو باهات کار کرده باشیم. از بدترین جا شروع کردیم. علی اگرم داشته باشه حتما بهتون میگم، یعنی اگرم پیش نیازی باشه من حتما بهتون اون مطالب رو میگم، ولی در کل نه. ما از خدمت شما عرض کنم که سخت در اینجا شروع میکنیم. دلیلم دارم برای این کارم. دلیلم این هستش که ما اگر بیایم از این درس شروع کنیم، یعنی فلسفه دو، تو بعد از اینکه درس رو از من گرفتی، بعد از اینکه تمام تستاشو زدی، بعد از اینکه دونه دونه تستاشو سر کلاس باها تحلیل کردم، حالا شما در مهر و آبان و آذر یک بار دیگه مرور میکنی، در امتحان دیماه برای بار دوم مرور میکنی، در تیر ماه برای بار سوم مرور میکنی و دائما هم حالا یا سر کلاس هستی یا جای دیگه شروع میکنی این کار رو انجام دادن. سلام سلام، وقت شما بخیر. و مدت زمانی رو منتظر میمونیم تا منطق و فلسفه شما بیشتر از اون چیزی که فراموشت شده باز فراموشت بشه و دوباره در مهر و آبان و آذر برات یادآوری میکنم. یعنی همان گونه که ابینگ هاوس میگفت، خاطرات شما هر چقدر تکرار بشوند، اطلاعاتی یاد گرفتی میشن خاطره ما دیگه، اونها تهنشین شدنش بیشتر میشه و انشالله که پیش خواهید رفت. سلامت باشید، شما لطف دارین. تست منطق رو راضیه نیمسه اشتباه میگه میزنه، من روشش رو بهتون میگم. حالا جزوه‌ای که در اختیارتون قرار میگیره به چه صورت هست؟ ببینید بچه ها، این فایل جزوه‌ای است که شما دارید. این فایل جزوه شما هم درس فلسفه یک رو، هم درس فلسفه دو رو و هم منطق رو، هم خلاصه درس رو و هم تست های کنکوره 99,400، 1401 داخل و خارج رو، به علاوه یه عالمه تست از کتاب‌های دیگه که از کتاب‌های مثل مشاوران، کتاب مهر و ماه، کتاب‌های خیلی سبز، از اینها جمع‌آوری کردم، در داخل این جزوه دارید. ولی پاسخنامه نداره. علت این که پاسخنامه نذاشتم برای اینکه مجبورشی سر کلاس دونه دونه همراه من تستا رو تحلیل کنیم. شیوه کارمون به این صورت هست. ببینید، ماجرای صد زدن رو فراموش کنید، ماجرای صرف زدن رو فراموش کنید. ما اون چیزی که فعلا الان داریم ماجرای فهمیدنه. اون اگر قرار باشه اتفاق بیفته خودش اتفاق میفته، ولی ما فعلا اصلا تمرکزی رو چیزی نداریم به غیر از این که ما بتونیم هر روز که اینجا در خدمتون هستیم کار رو به نحو احسن انجام بدیم. جزوه چجوریه؟ ببینید، در داخل جزوه، حالا روزی که منطق رو هم داشته باشیم و شروع بکنیم، منطق هم با فلسفهش یکیه، همین جوریه. نزدیک 250 صفحه جزوه است که این جزوه به این شکله. من اول اومدم مثلا درس یکی منطق رو برای شما گفتم، بله مریم، سر کلاس، و بعدش این درس رو من به شما میگم. وقتی که این درس رو گفتم، فرق نمیکنه منطق یا فلسفه دو یا فلسفه یک، دارم شیوه رو بهت میگم، روش رو دارم بهت میگم. ما زمانی که این رو زدیم و زمانی که این پیش رفتیم، بعدن میرسیم به چی؟ بعدن میرسیم به تست ها. پس من این جلسه درس میدم، جلسه بعد دونه دونه تست ها رو با همدیگه کار میکنیم و شما لطف میکنید در بین این جلسه و جلسه بعد حتما تست ها رو خواهید زد. بعدن میشینی دوباره پای مانیتورت، من دونه دونه تست ها رو برای تحلیل میکنم، سوالی داشتید و پاسخی بود، اینها رو هم با همدیگه خواهیم داشت. سعی میکنم که بله تمام رو حسن دونه دونه با همدیگه کار میکنیم، نگران این ماجره نباشید. بعدش خدمت شما عرض کنم که یک تو جزوه یک کاری هم برات انجام دادم. ببینید، انتهای جزوه که برسیم، در حقیقت به اون صفحات آخر، یک چی میگن، نامنامهی برات تهیه کردم که توی این نامنامه شما یک کار رو انجام میدید و در حقیقت این کار رو من برات انجام دادم. تو فقط میشینی نگاش میکنی و کیف میکنی و چندین چند بار میخونی. شما تو کتاب فلسفه یکتون و در کتاب فلسفه دویتون جای جای کتاب اسامی فراوان متفاوتی دارید از فیلسوفان متفاوت. من اومدم توی این قسمت برای شما یک نامنامه گذاشتم. نامنامه به چه صورته؟
نامنامه یعنی اومدن تمام عقاید فیلسوفان متفاوت رو برات قرار دادن در داخل جزوت. ببین انتهای جزوت اگر نگاه بکنی، یک مبحثی به عنوان نامنامه فیلسوفان، بعد اومدم دونه این کتاب ها رو، نه من مؤلف کتاب های مبتکران نیستم، هیچ ایرادی هم نداره، اگرم کتابتون مال سال قبل هست هیچ ایرادی نداره، نه کتاب تستتون نه کتاب درسیتون ولی فلسفه 12 هیچ فرقی نکرده، پس اگر کتاب فلسفه سال قبل رو هم دارید میتونید کاملا از همون هم استفاده کنید. نکته بعدی، ببینید بچه ها، اومدم کل این آراء متفاوت فیلسوفان، یعنی هر اسمی که در داخل کتاب درسی شما چه در فلسفه یکتون هست چه در فلسفه دو شما هست، اینجا چیکار کردم؟ اینجا براتون آوردم و بعد مثلا حالا هر مطلبی که مربوط به اون فیلسوف یا اندیشمند بوده در کتاب‌های متفاوت اومدم و اینها رو دسته‌بندی کردم. شما در حقیقت با هر فیلسوف آراء متفاوتش در فلسفه 11 و در فلسفه 12 خواهید داشت. بعد یه زمان طراح قلمچی گزینه دو بودم، الان نه، الان دیگه طراحی سوال کمتر انجام میدم، بیشتر خب کارم تدریس و ضبط برنامه است. خب پس یه بار تو ذهن جمع جور کن چی گفتم. یه جزوه‌ای داری مال هر 3 سال، تمام تست‌های کنکور چند سال گذشته، سنجش‌های گذشته، گزینه دوها سلکت شدهش یا مثلا گاج سلکت شدهش یا قلمچی سلکت شدهش رو در داخل جزوه‌ات داری. کتاب مشاوران یا کتاب مهرماه یا کتاب خیلی سبز رو میگیری، اونم باز برای تست های اضافه شه. ولی تست هایی که ما سر کلاس کار میکنیم بچه ها، تست های چیه؟ تست های داخل جزوه است. حدود 700 تست داره، یعنی تو اگر همراه من باشی، کاری که بهت سپرده باشم همراه ما بیای، ما انشاءالله در خدمت شما کل کتاب منطق و فلسفه رو از اول تا آخر جدا از تست‌های سراسری و سنجش، تست‌های حاشیه‌ای رو هم خواهیم داشت. حسن میگه که تمثیل غار رو میشه این جلسه توضیح بدین. حسن جان، تمثیل غار که اصلا جاش فرق میکنه، موقعیتش فرق میکنه، صبوری کنید، هر چیزی سر جای خودش، دونه دونه در خدمتتون خواهم گفت. شما نگران گفته شدن یا ابتر بودن مطلبی رو نکنید، فقط کاری که بهتون میسپارم. پس من میخوام کارم رو شروع کنم، شمارم رو می‌نویسم، هر کدوم از دوستان که خواستن برای من پیغام خب عذرخواهی میکنم قطع شد، الان دوباره در خدمتون هستیم. اگر جزوه رو دوستان محبت کنن، ممنون از شما. خب فقط جزوه رو اگر که حالا هر موقع تونستین باز کنید، دستت درد نکن چون جزوه بسته شده. خب ببینید بچه ها، پس من اول بهتون بگم به طور کل ماجرا چی هست. اینو داشتیم، یه بار همراه من بیا. من اینجا بهت گفتم که چه مباحث درسی در امتحان کنکورت داری. برای منطقت 8 تست، برای فلسفه 1 4 تا، برای فلسفه 2 8 تا. پایه شما یعنی منطق و فلسفه پایه شما، بچه‌ها اینجا بهتون گفتم که امتیاز بالاتری میخواد. بهت گفتم که فلسفه 2 هم باید تشریحی کار کنی هم باید تستی کار کنی، به موقعش بهت میگم. بهت گفتم برنامه‌مون امروز به بعد چیه. من امروز شروع میکنم فلسفه 2 رو برای شما کار کردن، تا اول مهر ماه ان شاء الله به امید خدا ما فلسفه 2 رو ترم 1 رو تمام کردیم. و تو دیگه خیال راحت از مهر به بعد بشین پای درس معلمت و فقط برای تکرار شه که چه مباحثی ما با هم دیگه کار کردیم. و بعد بیا تو دی ماه امتحانشو بده و در نهایت در بهمن و اسفند هم باقی موندن مطلب رو ما در خدمت شما خواهیم گفت. بهت گفتم که ما هر جلسه که درس میدیم یک پی دی اف کتاب درسی رو اول تهیه کن. اگه کتاب درسی رو داری از بچه‌های سال قبل گرفتی یا فارغ التحصیل هستی که هیچ، اگر نه یه لطفی میکنی این کار رو انجام میدی برای هفته بعد و بعد من بهت میگم که به چه شکل باید پیش بری. یک، اول از اینکه بچه‌ها پی دی اف
کتاب درسی فلسفه دوتون رو داشته باشین. یک، دوم، جزوه رو حتما هفته بعد بگیرید. اگرم نگرفته باشین، چون به محضی که شما انشاءالله ثبت نامتون رو انجام بدین، این پی دی اف میاد توی پنل شما و بعد تهیهش کنین، پرینتش بگیرین. ما شروع میکنیم در رو جزوه کار کردن. نکته سوم، اینکه شما حتما یک کتاب مثلا مشاوران مال سال قبل هم بود ایراد نداره، خیلی سبز مال سال قبل هم بود ایراد نداره، مهر ماه مال سال قبل هم بود ایراد نداره، اینو تهیه میفرمایید و شروع میکنید به کار کردن. شماره من 0912 370 3466. فقط محبت کنید از طریق واتساپ، اگر که امروز تو جلسه بودید بر من پیغام بفرستید که ما بتونیم با هم دیگه یک گروه داشته باشیم، بتونیم اگر که حالا سوال اضافی داشته باشیم، پی دی اف بیشتری داشته باشیم، رفع اشکال داشته باشیم، همه رو انشالله در اونجا در خدمت شما انجام خواهیم داد. اگر سوالی نیست من تدریس رو شروع کنم، درس اول فلسفه رو انشالله در خدمت شما باشم. تا شما در اگر سوال دارید میفرستید، من آماده کنم برای شروع انشالله اولین جلسه‌مون و در کل امسال و سال بعد انشالله یک کلاس به درد بخور در خدمت شما باشم. بله قلمچی هم هست. ممنون زینب جان، شما لطف دارین. خدمت شما عرض کنم که از قلمچی هم میتونید استفاده بکنید. خب بریم سراغ کتاب فلسفه دوازدهمتون. ببینید بچه ها، کتاب فلسفه دوازدهمتون 12 فصل هم داره. از فصل اول شروع میشه. تو فصل اول در باب مغایرت وجود و ماهیت و اینها صحبت میکنیم، بعد در مورد دلایل اثبات وجود خداوند در فصل‌های بعدی، مفهوم عقل، تاریخ فلسفه اسلامی. کل کتابتون اینطوریه. و یه نکته رو همین اول بهتون بگم، ما سخت ترین درسمون، پیچیده ترین و پایه‌ای ترین رو در همین امروز داریم تدریسش رو. به عبارت دیگه اگه شما امروز رو دریافت بکنی، اگر امروز رو بتونی مسلط به مباحث درسی بشی، من به تو اطمینان میدم شما تا روز آخر تدریس کتاب فلسفه دوازدهمتون سخت تر از امروز ندارید. یعنی بقیهش خیلی راحت میشه. امروز هم سختی آنچنانی نداره ها، ولی به نسبت بقیه کتابتون جلسه اول فصل اول خب حالا یکم سخت تره. اول درس رو گوش میدی از من، بعد پی دی اف کتاب رو میگیری، بعد شروع میکنی فصل اول رو خوندن از رو کتاب، بعد تست های جزوت رو میزنی، وای میسی هفته بعد شروع میکنیم به حل تست ها، دونه دونه تست ها رو تحلیل میکنیم و با همدیگه پیش میریم. این کل فرایند هر جلسه مونه. خب نه تو این جلسه علی جان نمیزنیم. بله نادیا، کتاب مبتکران هم کتاب خوبیه، جناب آقای حجازیان زحمت رو کشیدن. شما لطف دارین فاطمه جان، امیدوار هستم که در آخر کار تو خوشنود باشی و ما رستگار انشالله بتونیم امسال رو به بهترین وجه با همدیگه بریم. خب بریم سراغ درستون و ببینیم که ماجرا به چه صورته. من برای اینکه بیشتر حواسم به گفتگو با شما باشه، اگر مطلبی بود نوشتین، حالا دوست دیدید که یه نفری مطلب نوشته که سواله، یک کوچولو صبر کن من ببینم سوالش نره بالا و بعد من رو ببینم و بعد شروع کنیم به پاسخ ایشون رو بدم و پیش بریم. ببینید خانم ها آقایون، ما توی فلسفه یک اصلی داریم به اسم اصل مغایرت وجود و ماهیت، البته در ذهن. کل امروز صحبت ما همینه، میخوام این اصل رو بشناسیم، با همدیگه کلماتش رو بدونیم، منظور اصل رو بدونیم، استفاده هایی که از این اصل میشه رو هم پیدا بکنیم. از اگر محبت کنیم اون نوار کار بردیش بیاری این بغل، من راحت تر بشم، دستتم درد نکنیم. ببین میشه این کار رو کرد، بغل تخته باشه بهتر، علاقه شد این نشد که هیچ. بله بفرمید، لطف میکنم. آره اینجا چپ باشه. خب زینب عزیز خیلی متشکرم از اینکه دلداری میدی، امید میدی، متشکرم. انشالله بچه‌هایی هم که اینجا هستن همشون
باز به همین شکل خیلی محبت کردی، دست درد نکنه. بله راضی، فقط تستاش زیاد شده، یه حد که اصلاح کوچولو هم توش اتفاق افتاده، ولی خب تعداد تستاش خیلی بیشتر شده، حدود 150 تا تست بیشتر توش گذاشتم. و البته یه کوچولو هم مطالبش بعضا جابجا شده، تصحیح شده، حالا به لحاظ فونت و ویرایش و اینها. و البته بله بله الان یادم اومد، جزوه پارسال بچه‌ها فلسفه 11 هم اصلا نداشت توضیحات خلاصه درس. امسال اومدم برای جزوه‌ام کل فلسفه 11 هم رو هم قرار دادم، پس بنابراین شما این رو هم الان دیگه دارید. پس الان شما تو فلسفه 12 همتون این ماجرا، فلسفه 11 همتون هم تو جزوه جدید این ماجرا رو دارید. خب اصلی که الان میخوام در موردش صحبت کنیم بچه ها، اصل مغایرت وجود و ماهیته. البته این مغایرت وجود و ماهیت در ذهن صورت گرفته، توضیح میدم. اولین بار جناب ارسطو این مباحث رو مطرح کرده، بعد در جهان اسلام جناب فارابی و البته ابن سینا به شکل مفصل، و در جهان اروپا تحت تأثیر ابن سینا و فیلسوف دیگری به اسم ابن رشد که بعدم بهتون میگم هر دو فیلسوف مشائی بودن، یعنی جناب توماس آکویناس، که توماس آکویناس در قرن 13 میلادی در اروپا بوده و تحت تأثیر اندیشه های فیلسوفان مسلمان. نرازیه، احتیاج نیست، میتونیم حالا اون تستی که هست رو از روی خود جزوه بزنیم. تحت تأثیر فیلسوفان مسلمانی مثل مثلا جناب ابن سینا و ابن رشد اومده و یک سری مکاتب فلسفی رو تشکیل داده و در بابش امروز صحبت خواهیم کرد. این آقای توماس آکویناس در اندیشه های اروپایی فلسفش به اسم فلسفه تومیسم شناخته میشه و جناب ابن سینا هم از این اصل استفاده کرده. یکی از برهانها، دلیل برهان، یکی از برهانهای خداشناسی خودش رو به اسم برهان وجود و امکان بر اساس این اصل گذاشته. پس چی شد؟ مفهوم وجود و ماهیت یکی از پرکاربردترین مفاهیم در تمام تاریخ فلسفه است. دائما فیلسوفان به این دوتا مفهوم چیکار کردن؟ مراجعه دادن، مفهوم وجود داشتن، مفهوم ماهیت داشتن. حالا هستی و چیستی در موردش صحبت میکنیم. میخوام بهتون میگم اصلی که امروز در موردش داریم صحبت میکنیم بسیار طولانی و درازدامنه، یعنی هم فیلسوفان مسلمان بر اساس این اصل اومدن اندیشه های فلسفی خودشون رو مثل مثلا برهان های اثبات وجود خدا بنا کردن، و همینطور فیلسوفان غربی این کار رو کردن، یعنی توماس آکویناس. خب بدونیم توماس آکویناس تقریبا چیزی حدود 600-700 سال بعد از جناب ابن سینا بوده، کمتر 300-400 سال بعد از جناب ابن سینا بوده، و اندیشه های ابن سینا که ترجمه شده به زبان لاتین، ایشون هم از این اندیشه ها استفاده کرده و بسیار هم در اروپا گسترشش داده. ابن سینا این اصل به عنوان اصل مبدأ و پایه خودش انتخاب کرده. حالا میخوام این اصل رو امروز با همدیگه داشته باشیم، پس اول همراه من بیاید دونه دونه بشناسیم. من تا کتاب معرفی کردم، گفتم میتونید مشاوران بگیرید، میتونید خیلی سبز بگیرید، میتونید مهر و ماه بگیرید، کتابای دیگه هم کتابای خوبی هستن. من این ستا رو که چک کردم دیدم به ترتیب اول مشاوران، بعد مهر و ماه، بعد خیلی سبز، کتابای خیلی خوبی هستن، هم طرح درس های خیلی جالب و قشنگی دارن و هم تست های خیلی خوبی دارن، پاسخ تشریحی دارن، میتونید از هر کدوم از اینها استفاده کنید. ببینید بچه ها، کلمه مغایرت یعنی چی؟ کلمه مغایرت یعنی غیر از هم بودن یا دوگانگی. پس بیا اول کلمات رو با هم دیگه بشناسیم، بعدا بریم سراغ اصل. مغایرت یعنی غیر هم بودن، تفاوت داشتن، یکسان نبودن، از کلمه غیر میاد. مغایرت وجود، حالا وجود یعنی چی؟ یعنی هستی، یعنی بودن. دوگانگی وجود و ماهیت، ماهیت یعنی چی؟ ماهیت یعنی چیستی، ماهیت یعنی ذات، ماهیت یعنی هر ویژگی و خصوصیتی که یک چیز رو از چیزهای دیگر جدا میکنه. پس وجود یعنی چی؟ بچه ها وجود داشتن یعنی همون مفهوم خیلی سادهی که تو ذهن من و تو هست، یعنی بودن اشیا اطرافمون. پس وقتی من دارم میرم اگه جلوم چیزی باشه، اگه مثلا الان من بخوام ببینم که به فرض میگم موبایلمو همراهم آوردم یا نیاوردم، من میخوام ببینم جلوم چیزی هست یا نیست، همین معنای بسیار عرفی و معمول، یعنی بودن اشیا اطراف شما، این میشه چی؟ این میشه بودن، هست بودن.
مفهوم پیچیده‌ای نیست. جا اشغال کردن البته در مورد موجودات مادی. و ماهیت یعنی چی بچه‌ها؟ حالا ماهیت یعنی چیستی؟ ماهیت یعنی هر فاکتوری که یک چیز رو از بقیه چیزها جدا میکنه. اتاق تو رو نگاه بکن، توی اتاقت همین الان یک اتفاقی داره میفته. اون اتفاق چیه؟ اون اتفاق این هستش که در داخل اتاق شما هر آنچه که باعث اشتراک اشیاء شما اطراف شما میشود وجود داشتنشونه. یه نگاه بکن، احتمالا کتابخونه هست، تخت هست، کتاب هست، لباسی هست، عینکی هست، موبایلت هست، مانیتورت هست، همین چیزا که اصلا صندلی ممکنه باشه، میزی ممکنه باشه، نمیدونم کاغذ دیواری، پریز برق، لامپ، لوستر، هر چی که میخوای در نظر بگیر. و چه مشترک تمام اشیایی که دور بر تو هستن وجود داشتنشونه، بودنشونه. ولی اون چیزی که مانیتور تو رو با میزت و از خودت و از عینکت و از ساعتت و از پریز برق و از فرش جدا میکنه ماهیت این هاست. پس بنابراین ماهیت یعنی چی؟ ماهیت عبارت است از آنچه که اصطلاحاً بهش میگن وجه تفاوت اشیا هست یا تمایز. این اصطلاحات رو یاد بگیریم، وجه تمایز از هم دیگه است. درست شد؟ پس وجه اشتراک چیه؟ وجه اشتراک یعنی اینکه همه اشیایی که اطراف من و شما هستند با همدیگه به لحاظ وجود داشتن مشترکن. و وجه تمایزش یعنی چی؟ یعنی اینها با همدیگه یک فرقی می کنند، هر کدوم با دیگری یک تفاوتی داره و این تفاوت میشه ماهیتش. خب فرض کن یک پدری بچهش رو برمیداری میبری توی باغ وحش و توی باغ وحش یک فیل رو بهش نشون میده. خب وقتی که این پدر داره این فیل رو به بچهش نشون میده و فرض کنیم که بچه تا قبل از اون فیل رو ندیده، بچه از پدرش سوال میکنه که پدر جان این چیست؟ و پدر توضیح میده که این یه دونه فیله. بچه ها این و آن اشاره به وجود اشیاء میکنند. این و آن، کلماتی مانند این و آن اشاره میکنند به وجود اشیاء. در حقیقت این بچه داشته نشون میده شیء خارجی رو برمیگه میگه پدر جان این چیست؟ پس بنابراین این و آن بله راضیه، ویژگی های خاصه هر چیزو بهش میگن ماهیتش. پس بچه ها این و آن داره اشاره میکنه به وجود شیء، یعنی داره برمیگرده میگه که آن چیست و تو هر پاسخی که بدی میشه ماهیتش. ماهو و انسان، ماهو و اردک، ماهو و میز، ماهو و الکترون، ماهو و منظومه شمسی، فرقی نمی کنه. وقتی که شما در پاسخ به این سوال میگی چیست، داری چیکار میکنی؟ داری ماهیتش رو میگی. اما این و آن داره نشون میده من فهمیدم یه چیزی وجود داره ولی این وجودش برای من مشهود نیست، معلوم نیست. خوب به حرفم دقت کن. آخرین کلمه رو میخوایم بفهمیم، کلمه به اسم کلمه ذهن. از امروز تا روز آخری که من سر کلاس فلسفتون بچه ها هستم و در خدمتون، ما دو تا دنیای متفاوت داریم. یه دنیا رو اصطلاحا بهش میگیم دنیای ذهنمون، یک دنیا بهش میگیم دنیای عینمون. دنیای عین کجاست؟ دنیای ذهن کجاست؟ زمانی که شما اون تقریبا 1 کیلو و 400 گرم مغزتون رو دارید نگاه میکنید و حدود 120 میلیارد یاخته عصبی که در داخل اون حجم قرار داره، اونجا میشه دنیای ذهن شما. ما تو فلسفه به این بخش میگیم دنیای ذهن. پس دنیای ذهن کجاست؟ دنیای ذهن من عبارت است از تصوراتم، خاطراتم، باورهام، خواستهام، میلهام، آرزوها، خاطر، همه اینا میشه دنیای ذهن. و به محض این که از مغزتون میاید بیرون میشه دنیای عین، میشه دنیای خارج از ذهن، یا اصطلاحاً بهش میگن دنیای عین. درست شد؟ پس من یه دنیای ذهن دارم، یه دنیای عین دارم. حالا خلاف این مطلبی که من نوشتم کاملا درسته، یعنی یک خود به خود اصلی هم از دل اون یکی در میاد. ببینید بچه ها، ادعای ما توی درس اول چیه؟ ادعای ما، من که نه، فیلسوفان مسلمان دارم میگن، ادعای فیلسوفان مسلمان چیه؟ میخوان به شما بگن وجود و ماهیت در ذهن شما دو تا مفهوم جدا از همن، دو تا چیز نیستن ها، تو ذهن شما اصلا چیزی نیست به معنای شیء، بلکه دو تا مفهوم جدان. حالا اگر از همین فیلسوفان سوال کنیم که آیا تو دنیای خارج هم وجود و ماهیت میتونن با هم مغایرت داشته باشن،
الان دیگه من میفهمم دنیای خارج کجاست، یعنی دنیای بیرون از ذهنم، یعنی همین الان لپتاپی که جلوت هست و لطف دارید سلامت باشید، مثلا لپتاپی که جلوت هست، نمیدونم شیئی که اطرافت هست، آیا میشه اون شیء رو جدا کرد، وجود و ماهیتش رو تو عالم خارج؟ نه نمیشه جدا کرد. نگاه کنید، میگم که وجود و ماهیت در عالم خارج از ذهن تفکیک ناپذیر هستند. خب یه بار دیگه همراه من بشو، اصلی که میخواستم بهت بگم این بود، وجود چیه، ماهیت چیه، ذهن کجاست، عین کجاست، مغایرت یعنی چی، یگانگی یعنی چی، این کلماتی که الان من انتظار دارم تا یه حدی به هر حال بهش مسلط شده باشی. وجود داشتن یعنی هستی داشتن، جا اشغال کردن. ماهیت یعنی چه چیزی بودن. عالم ذهن یعنی عالمی که در تصورات و تخیلات منه. و عالم خارج عبارت است از پدیده هایی که بیرون از مغز منن. من اونها رو دارم میشناسم. من در مورد این جمله با شما دعوایی ندارم. همین الان به محضی که تصورش کنی تصدیقش میکنیم. سلام حالتون خوبه. میگیم وجود ماهیت در عالم خارج از ذهنمون تفکیک ناپذیرن. شما یه آدم رو نگاه کنید، فرض کنید یه آدم مقابل شما ایستاده. خب این آدم در عالم خارج از ذهن شما یک وجود داره و یک ماهیت. ببینید بچه ها، من وجود ماهیت رو هم نوشتم، یعنی تو عالم خارج از ذهن من وجود ماهیت دو چیز نیستن که قاطی شده باشند، دو تا مفهوم متفاوت نیستن، اصلا یک حقیقت واحدن. پس وجود و ماهیت رو در خارج از ذهنم نمیتونم از هم تفکیکش بکنم. به عبارت دیگه هیچ روز صبحی شما در خونتون رو باز نکردیم، ببینید یه تیکه وجود داره میره ولی هیچ ماهیتی نداره. مثلا فرض کنید من ازش سوال میکنم که ببخشید شما چی هستید، میگه من هیچی نیستم، من فقط هستم. یا یه تیکه ماهیت نشسته کنار جود ولی وجود نداره، میگه من فقط یک ماهیتم ولی هستی در آن وجود نداره. ما همچین چیزی رو نه در تجارب روزانه‌مون نه در هیچ چیز دیگه نداریم. به عبارت دیگه خارج از ذهن من و شما نه وجودی یعنی بودنی بدون چه چیز بودنی وجود داره، نه چیزی وجود دارد بدون اینکه هستی داشته باشه. پس هر چی که اطراف شما الان هست هم هست هم یه چیزی است، یعنی یک ماهیتی داره. تا اینجاش من با شما مشکل ندارم. خواستید امتحان کنید، مثلا به فرض میگم میزی که جلوت هست، لطفون تمام تلاشتو بکن میز بودنشو بذار یه گوشه، بودنش رو بذار یه گوشه، یعنی هستی یا وجودش رو بذار یه گوشه، ولی چه چیز بودن یا میز بودنش رو هم بذار یه گوشه دیگه. همچین چیزی ممکن نیست، خارج از ذهنت. 2000 بار تا آخر جلسه بهت میگم ماجراهایی که تو ذهن داره میگذره رو ما کار متفاوت میدونیم، اون چیزی که بیرون از ذهن شما هست متفاوته. پس وقتی که من بهت میگم وجود و ماهیت خارج از ذهنت یکیست، دارم از کلمه یکی بودن وجود ماهیت بیرون از ذهن صحبت میکنم، و وقتی که بهت میگم وجود ماهیت در ذهنت، حالا دارم این مقوله دیگر رو میگم. درست شد؟ این تا اینجا. من تا اینجا تنها کاری که انجام دادم سعی کردم این سه چهار تا کلمه رو برات روشن بکنم. حالا میریم سراغ اثبات اصلمون. خب ببینید دوستان، من از شما الان یک خواهشی میکنم و خواهشم این هستش که لطف کنید ماهیت یک سیمرغ رو یا ماهیت یه دونه غول رو تو ذهنتون تصویر کنید. در مورد انسان هم همینطوره. علی تو الان وجود ماهیتت از هم جدا میشه؟ نه، ولی تو ذهن من جدا میشه که بهت میگم چرا و به چه صورت. من بچه ها میخوام دو تا دلیل براتون بیارم که مطابق این دو تا دلیل وجود ماهیت در، یه بار دیگه، وجود ماهیت در ذهن با هم دیگه فرق میکنند. خب دلیل اولم، ازتون خواهش میکنم یه دونه گول رو تصور کنید. گول اونطور که تو افسانه ها و داستان ها گول رو برای ما توصیف کردن، یک هیکل خیلی گنده‌ای داره، دو تا شاخ داره، چشای قرمزی با ردهای زرد داره، زبانش مثلا چه می‌دونم سبز، دندونای خیلی کثیف و
بیرون زده ای داره، ناخونای بلند و کرکسیف، گوشای تیز، مثلا صدای خیلی قرنده و وحشتناک و و و. یا مثلا به شما میگن سیمرغ رو تصور کن. شما فرض کنید که من تو ذهنم دارم یه سیمرغ رو تصور میکنم، همونطور که زمان کودکی گفته بودن، حالا حتی اردک شد، ولی حالا سیمرغ من کجا بلد باشم بکشم؟ نه این واقعا چیز شد، اردک شد. فرض کن این سیمرغ ها اردک نیست، مثلا چه میدونم احتمالاً یه زبون بزرگی داره، این چشمشه، بالهای خیلی بزرگی داره، بعد پاهاش مثلا دیگه شبیه اردک نیست، یه پاهای عجیب غریبی داره، نمیدونم اینجوری. فرض کن مثلا این بشه یه دونه سیمرغ. من یه سوال میکنم، به سوال من دقت کن. اگر وجود و ماهیت همان گونه که تو عالم خارج از ذهن من و شما یکیست، من حتی این حرکت من اشتباهه ها، این به نظر میرسه دو تا چیز به هم قاطی شدن، ولی خب دیگه چاره ای نداره. اگر وجود و ماهیت همان گونه که تو عالم خارج یک چیز هستند، تو ذهن منم یک چیز بودن بچه ها، با احضار ماهیت وجودشم باید میومد، ولی این اتفاق نمیفته. آره راضیه، ولی خب نشد دیگه، پیشرفتم تا همین حال. من فقط پارسال میتونستم یه انسان بکشم، امروز حالا یه شپ سیمرغ هم کشیدم، این خودش پیشرفته. یکم دلداری بدید، یکم مثلا روحیه بدید دیگه، حتما نباید تو ذوق آدم بزنید که بگید خیلی عالیه، بگید این نقاشی مثلا ندیدید شبیه این، واقعا مثل این ندیدید دیگه، یعنی واقعا به این بدی که تا الان ندیدید. به هر حال حرفتون دروغ نیست اگرم این حرفو بزنید. خب ببینید، پس بنابراین بچه ها ما میگیم وجود و ماهیت در عالم خارج از ذهن ما یک حقیقت واحده دارن، بیان تو ذهن ما دو چیز متفاوت میشن. اولین دلیلم چی بود؟ اولین دلیلم این بود که اگر وجود و ماهیت همان گونه که در عالم خارج یک حقیقت هست، یعنی چیستی و هستی یه جورای دومشون به هم گره خورده بود، اگر همان گونه که وجود و ماهیت در عالم خارج یک حقیقت واحد دارن، توی ذهن منم یه حقیقت داشتند، وقتی که من داشتم ماهیت رو احضار می‌کردم، مثلا ماهیت سیمرغ، ماهیت غول یا هر چیز دیگری، وجودش هم بعد دنبال سرش راه می‌افتاد می‌اومد. خب این اتفاق نمی‌افته، این اتفاق نمی‌افته. خب تانیا نمیش، اصلا اتفاق نمیفته دیگه. تانیا ویژگی های همسر ایدئال تو رو من بگو. همسر ایدئال تو چه ویژگی های ظاهری داره؟ بگو ببینم. رازی اگه تانیا نگفت تو بگو، چون احتمالا تانیا میخواد ادامه تحصیل بده. تو بگو ببینم ویژگی های همسر ایدئال چیه. مثلا اسمش چیه، مثلا چه میدونم سنش یا قدش یا اینا چیه، مثلا چشاش رنگی باشه، چشاش سیاسفید باشه، یعنی منظور مشکی باشه، موهاش لخت باشه، صاف باشه، تیپش خز و خیل باشه، اسپورت باشه، یه چیزی که به نظر مثلا اگه بیاد دیگه میگی که پس حتما دعای خیر مادر پدر همراه بوده. اون همسر ایدئال تو بر من توصیف کن، بگو ببینم. آرازی ازدواج کرده، خیلی خوب، پس تو انشالله هم همسر ایدئال داری. تانیا تو بگو، بگو انشالله که بخت تو هم باز شه. خب حالا انشالله که اون ایدئالشو گرفته دیگه، اینقدر مامان سر جانماز دعای خیر کرد بالاخره گرفت دیگه. خب بگو حالا یه نفر تانیا که اصلا دیگه این بحث شد میخواد ادامه تحصیل بده بره. حالا من به جای تانیا این ویژگی هاشو بگم. ببینید مثلا به فرض میگم تانیا میگه آقا اسمش میخوام خدمت شما عرض کنم که شهرام باشه. با آقای شهرام عامره‌ای فرق میکنه، آقای شهرام عامره‌ای هم ازدواج کرده، دبیر عزیز ریاضی بود که از بهترین ها تو مجموعه آنلاین آکادمی در خدمتون هستیم، اسم شهرام باشه. خب بازم دارم میگم آقای عامره‌ای نه، آقای امامی هم نه، ایشون هم اسم شهرامه. حالا اسم شهرامه،
بعد موهاشو مثلا بگیم که صاف باشه، مو فرفری نباشه، بعد ورزشکار باشه، قدش بلند باشه، بسیار خوب راضیه، قد بلند هم داشته باشه، شغل هم میتونید به من بگید، مثلا شغل طلا فروش تو بازار مثلا تهران یا چه میدونم استاد دانشگاه کمبریج، کدومه که به نظر شما بهتره؟ معلومه که طلا فروشه. خدمت شما عرض کنم که خیلی لاغر نباشه، خیلی چاق نباشه، کچل نباشه. الان متلک داره میگی رازیاره، خیلی خوب. بعد مثلا گفتیم مو صافه دیگه، بالاخره موهای صاف بالاخره مو داره. حالا بعد مثلا خدمت شما عرض کنم که چشمش چه رنگی باشه، آبی باشه، سیاه باشه. بالا آتنا پول مهمترین چیزه، ما فرض رو برای میذاریم که ثروتمنده انشالله، مهندس پتروشیمی، خیلی خوب. شغل مهندس پتروشیمی. بعد رنگ چشم رو نگفتید، رنگ چشم مثلا چه میدونم تیپش کلاسیک باشه، از اونایی که همیشه کوچه‌شلوار کراوات دارن، از اونایی که مثلا چه میدونم همیشه تیشرت دارن، از این یه سری تیپا هستن، تیپای خز و خیلی داغون چی بهشون میگن؟ خز میگن. مثلا بعضی دوستان تیپ خز باشه، همیشه سر لباس مثلا جوراب با صندل، جوراب و صندل با هم بپوشن. علی نوشه چشاش هم سبز باشه. علی جان داریم دنبال همسر مناسب برای خانما میگردیم، تو با این نوشته یه مقداری داری از اول فضا رو گلالود میکنی، یعنی ممکنه که خدای نکرده تو گروه کسی باشه که یک سری شک ها و شبه ها اینها در بله. حالا چشمشم ما قهوه‌ای می‌نویسیم برای دوستانی که گفته بودند و خدمت شما عرض کنم که آره خیلی خب. حالا این شرایط رو در نظر گرفتیم، من یه سوال می‌کنم، اگه مثلا تانیا آمده بود و توی ذهنش ویژگی‌های یک همسر ایده‌آل رو کامل وصف کرده بود، یعنی اومده بود که تمامش رو تصویر کرده بود، تمامش رو تو ذهنش داشت، یه سوال میکنم، اگر ماهیت این همسر ایدئال و وجودش یکی بود تو ذهن تانیا، به محض این که اومده بود این ماهیت رو تصویر کرده بود، خب باید وجودش هم میومد، یعنی باید شهرام جان به محض این که تانیا تصویر میکرد همونجا چی میشد؟ به وجود میاد، اما به وجود نمیاد و فقط در ذهنش برای همیشه باقی خواهد موند. آخر سرش هم یکی از همین بچه های کچل و زشت گروه خودمون میاد، انشالله میگیرتش. و آها رازیل، آها داشت توصیف، خیلی خوب داشت توصیف، با تو فرق میکنه، برای وضعیت تو فرق میکنه، بقیه رو داشتم میگفتم. این برهان اول خیلی ساده بود، من میام سیمرغ رو، قول رو، دستگاه ماشین زمان رو، دستگاه تولید چه میدونم مثلا طلا و جواهرات از چندم چوب و مس در نظر میگیرم، از این ور مس می‌ریزیم، از این ور نمی‌دونم چنین چنان، ولی همچین چیزی وجود ندارد. یعنی همچین چیزی وجود ندارد، یعنی ماهیتش در ذهن من هست اما وجود ندارد. وجود ماهیت اگر یک کوچولو هم دومشون به هم گره خورده بود، ما با احزار یکی بعد بعدی رو می‌داشتیم، در حالی که همچین چیزی نداریم. خیلی خوب، حواست تو جمع کن، یه بار دیگه میخوام برای توضیحش بدم، یه بار دیگه میخوام تو ذهنمون داشته باشیم. بچه ها درس اول سخت در این درسمونه، احتیاج به این داره که لااقل دو بار کتاب درسی تو بخونی، لااقل اگر حوصله کردی یه بار دیگه این فیلم هم ببین و بعد برای جلسه بعد لطفاً حتماً تستا رو بزن، بعد بلند شو بیا. شما به محضی که ثبت نام کنید پنلتون میاد. هفته بعد ما اول جلسه اولین کاری که انجام میدیم تست رو شروع میکنیم با هم دیگه کار کردن. خیلی هم سخته. از 31 تست بتونی 12 تاشو درست بزنی، یعنی من یه خیالم راحت میشه این درسو بلدی. از 31 12 تاشو درست بزنی درستمونه. خب. پس یه بار دیگه برات میگم، تنها ادعایی که ما امروز داریم چیز پیچیده‌ای هم نیست. یه ادعای خیلی ساده فلسفی است و اونم این هستش که خانم ها آقایون، ما چیزی به اسم مغایرت وجود و
ماهیت در ذهن داریم. در عالم عین که میدونید بچه ها ما همچین ادعایی نکردیم، تو عالم عین اصلا از همدیگه تغییر و تبدلی ندارن، داریم تو عالم ذهنی. دو تا دلیل برات داشتم. دلیل اولم چی بود؟ میگفتم اگر وجود عین ماهیت باشد یا جزء آن باشد، با احضار وجود ماهیت آن نیز باید تحقق پیدا میکرد. مثلا اگر سیمرغ رو، مثلا اگر دیو رو، مثلا اگر غول رو تو ذهنم داشتم، بعد تو عالم خارج هم چی میشد؟ تحقق پیدا میکرد. و چون اتفاق نمیفته، پس بنابراین همچین چیزی هم نیست. بیاییم سراغ اصل دوم. اصل این دقیقت دلیل دوم هم. دلیل دوم هم یک کوچولو بچه ها سخت داره و البته رأی جناب ابن سیناست و خب طبیعیست که از زبان یک فیلسوف داره گفته میشه، زبانش حالا زبان چندان ساده نیست. من سعی میکنم راحت براتون بگم. جناب ابن سینا چی میگه؟ جناب ابن سینا میگه که دو تا جمله براتون می‌نویسم بدون اینکه بخوام بفهمم فرق اینها با هم چیست، بدون اینکه بخوام بفهمم فرق اینها با هم چیست، فقط میخوام بهت بگم و تو پیش خودت فکر کن آیا این دو جمله برداشتی که ازش میکنی با هم دیگه یکسان هستن یا متفاوتن. نگاه کن، دو تا جمله برات می‌نویسم. یه جمله اینه، می‌نویسم که انسان حیوان ناطق است، و تو یه جمله می‌نویسم که انسان وجود دارد. جناب ابن سینا میگه که آیا این دو تا جمله با هم دیگه فرق می‌کنن یا نه؟ خیلی خب، بریم سراغشون. فهم عرفی ما، یعنی ما یه نفر از دم در پیدا میکنیم، برمیداریم میاریم میگیم آقای دو تا جمله با هم دیگه فرق میکنن. بچه‌ها شما معتقد متوجه هستید که حتی اگه طرف تحصیلات فلسفی که چی اصلا سوادم نداشته باشه، به محض اینکه با این دو تا جمله مواجه میشه حرف شما رو تایید میکنه، میگه بله برداشت من از این جمله چیزیه، برداشت من از جمله دوم چیز دیگه است. من از جمله اول یک چیزی میفهمم، از جمله دوم یه چیز دیگه میفهمم، حتی اگه دقیق متوجه نباشه چیه، ولی کاملا این تفاوت‌ها رو تو ذهنش داره. ابن سینا میگه ببین، من در جمله اول اومدم یک ماهیتی رو بر خودش حمل کردم. دوستانی که پارسال انسانی بودن یا تغییر رشته‌ای نبودن میدونم که هر جمله از سه قسمت تشکیل شده. قسمت اولش رو بهش میگفتیم موضوع، قسمت دومش رو بهش میگفتیم محمول، قسمت سوم بهش میگفتیم رابطه. پس وقتی که برمیگردم میگم دارم حمل انجام میدن، میرسیم راضیه بهشون میرسیم. صبوری کن، اتفاقا همونا باعث میشن که ما حتی هم یادم مثلا ماهیت دایناسور تو ذهنمون داریم ولی وجود نداره دایناسور. خب این معناش چیه؟ وجود ماهیت دایناسور با همدیگه فرق میکنن. کجا فرق میکنن؟ تو ذهن ما. همش منظورمون همونه. ببینید وقتی که من یک ماهیتی رو دارم بر خودش حمل میکنم یعنی چی؟ خب بچه ها انسان یعنی همون حیوان ناطق دیگه. انسان و حیوان ناطق فرقی با همدیگه نمی کردن. وقتی که من دارم یک ماهیتی رو بر خودش حمل میکنم، اصلا جملم شبیه وقتی نیست که دارم مفهوم وجود رو بر اون ماهیت حمل میکنم. یه بار دیگه تو ذهنت بیار من چی گفتم. ابن سینا دو تا جمله میگه، میگه توی یکی از این جملات من دارم ماهیتی رو بر خودش حمل میکنم و در یک جمله دیگه دارم مفهوم وجود رو حمل میکنم، و میگه عزیز من این دو تا جمله با هم دیگه فرق میکنن. یعنی چی؟ یعنی وجود و ماهیت با هم دیگه فرق میکنن. کل ادعای ما همین بود. کجا فرق میکنن؟ تو ذهنت. کجا با هم دیگه متفاوتن؟ توی ذهنت. همه دعوا همینه. تو ذهن من و شما وجود و ماهیت با هم دیگه چی دارن؟ مغایرت دارن، غیریت دارن، تفاوت دارن. حالا ابن سینا این موضوع رو توضیح میده به چه صورت؟ بچه ها تو جمله اول
محمول من یعنی حیوان ناطق، اینجا میشه محمول من، ذات موضوعه، ماهیت یعنی اصلا خودشه، انسان یعنی حیوان ناطق. حالا حیوان بودن جزئی از ماهیت من و شماست و ناطق بودن عین ماهیت من و شماست. پس بنابراین اگه من بگم انسان یعنی حیوان و ناطق، دقیقا دارم میگم که انسان یعنی انسان، چون جفتش یک معنا رو دارند. درست شد؟ جناب ابن سینا میگه برای این دسته از حملها شما احتیاج به دلیلی ندارید. یعنی چی؟ من میام گریبان شما رو میگیرم، میگم به من بگو که چرا انسان حیوانه؟ شما هیچ پاسخی ندارید. چرا انسان ناطقه؟ خب برای اینکه اصلا انسان حیوان ناطقه. چرا مثلث‌ها شکلن؟ چرا مثلا سیب میوست؟ این حمل‌ها، یعنی حمل‌هایی که نمیشه بهش جواب داد، اصلا ضروریه که حمل بشه، باید حمل بشه. پس این میشه چی بچه‌ها؟ یک حمل ضروری، یعنی حملی که به دلیل نیاز ندارد. به این نحوه حمل کردن بچه ها بهش میگن حمل اولی ذاتی. ابن سینا میگه یه سری کلمات هستن تو جمله، وقتی که شما دارین بر موضوع خودت حمل میکنین، کسی نمیتونه یقت رو بگیره بگه چرا، چون اصلا ذاتیشه، خود همون ماهیته. شما به من بگو ببینم چرا مثلث شکله؟ خب به خاطر اینکه مثلث ها شکلن دیگه. پس چی هن؟ چرا مثلث ها ستا زل دارن؟ خب برای اینکه اصلا به سه زل این میگیم مثلث. چرا آهن ها فلزن؟ چرا پلاتین فلزه؟ خب به خاطر اینکه پلاتین فلزه. من هیچ جوابی ندارم. ابن سینا میگه این نحوه حمل ها حمل هایی هستن که هیچ دلیلی براشون نیست، بایدی هن و باید همشن. درست شد؟ اما یه سری حمل های دیگه هستن. مثلا وقتی که من میگم انسان وجود دارد، وقتی که من میگم انسان مرد یا زن است، وقتی که میگم انسان خسیس است یا مثلا دست و دلباز است، وقتی که میگم انسان باسواد است یا بیسواد است، وقتی که میگم انسان آسیایی است یا هر کدوم از اینها رو بگم، پس وجودم جزءشونه. این دیگه احتیاج به دلیل دارد، یعنی این حمل یک حمل غیر ضروری یا به دلیل نیاز دارد. استفاده هم بهش میگن شایع‌نائی. نکته ببینید بچه ها، من برای اثبات این جمله رو دقت کنید، برای اثبات وجود هر ماهیتی به دلیل نیاز دارم. من وقتی که برگشتم بهت گفتم انسان حیوان ناطقه است، هیچ دلیلی نمیتونستم برات بیارم که چرا انسان حیوان ناطقه، چون اصلا انسان یعنی حیوان ناطق. اما اگه بگم انسان وجود دارد، باید دلیل داشته باشم. و دلایل منم دو حالت بیشتر ندارن، یا باید حسی و تجربی باشن یا باید عقلی محض باشن. یعنی اگه من به تو گفتم روح وجود دارد، باید ثابتش کنم، یا با دلایل حسی یعنی نشون بدم که هست، یا با دلایل عقلی محض یعنی اثبات کنم که به لحاظ عقلی باید باشه. وقتی من بهت میگم انسان هست، دایناسور هست، سیمرغ هست، غول هست، در تمام اینها من وجود داشتنشو باید برات ثابت کنم، ولی من در مورد ماهیتشون هیچ برهانی برای تو نمیآوردم. برای ماهیتشون من هیچ برای ماهیت داشتنشون یا در تعریف ماهیتشون من هیچ برهانی برات نمیآوردم. کل این ماجرایی که گفتم همین بود. این صفحه که برات نوشتم خیلی مهمه. این تیکه 10 دقیقه گذشته درس رو لااقل 2-3 بار گوش بده، رو کلماتی که بهت گفتم دقت کن. یه مثال دیگه برات میزنم. ببینید بچه‌ها، من یه زمانی برمیگردم میگم که در مورد مثلث میخوام یه سری اطلاعات به شما بدم. برمیگردم میگم که مثلث، دو جور کلمه رو بر مثلث حمل میکنم. مثلا میگم مثلث شکل است، یا میگم مثلث سه ضلعی است، یا میگم مثلث وجود دارد،
یا میگن مثلث قائم الزاویه است، یا میگن مثلث بزرگ است، مثلث کوچک است، مثلثی که من کشیدم آبی است، یا هر چیز دیگری. میدونی فیلسوفان مسلمان چی میگن؟ فیلسوفان مسلمان میگن که زمانی که شما دارید شکل بودن یا سزلی بودن رو بر مثلث حمل میکنید، حمل شما یه حمل ضروریه، یه حملی است که به دلیل نیاز ندارد، یه حمل اولیه ذاتی است. ولی به محض این که میام سراغ مفاهیم مانند وجود یا قائم و زاویه داشتن یا هر چیز دیگری، اینا ذاتی مثلث نیست. بچه ها من دوتای بالا رو همیشه تو تست هایی که دارید میزنید خوب به حرفم دقت کنید. اگه دارید تست میزنید و به شما میگن کدومی که از اینها برای یک ذات ضروری است، تو اینو در نظر میگیری من کدوم فاکتور رو بگیرم کلن ماهیتم فرو میریزه و کدومی که اگه بگیرم اتفاقی برای ماهیتم نمیفته. اونایی که اگر بگیرم کلن فرو میریزه میشن ذاتیات، یعنی ماهیت، هم ماهیت بر خودش. و اونایی که اگر بگیرم یا نگیرم اتفاقی نمیفته، یعنی اینا. درست شد؟ حالا با زبان دیگری ببینید، من اگه به شما میگفتم بچه ها انسان رو برای من تعریف کنید، شما در تعریف انسان میگفتید آقا انسان عبارت است از حیوان ناطق. من یه سوال میکنم، کجای تعریف شما توش وجود داشت؟ نگفتید انسان باید موجودی باشد که چنین است، گفتید انسان حیوان ناطق. در مورد مثلا سیمرغ هم اگه من از شما توضیح میخواستم، میگوشین سیمرغ عبارت است از حیوانی پرندهی که مشخصش اینه که الاخر، حالا هرچی که میخوای تو ذهنت داشته باش. ببین چه برای تعریف ماهیت انسان که هست و چه برای تعریف ماهیت سیمرغ که نیست، وجود داشتن هیچ کجا جزء تعریف ماهیت تو نمیده. پس وجود و ماهیت با همدیگه فرق میکنن. وجود اشیاء احتیاج به دلیل داره، باید ثابت کنم انسان هست. حالا از دو کار دو راه میتونم این کار رو انجام بدم، یا نشونش میدم میگم برای این انسان که من در موردش صحبت میکردم، یا با دلایل عقلی در موردش صحبت میکنم. ولی به هر حال من باید چیکار کنم؟ باید وجودش رو ثابت کنم. ولی در مورد ماهیتش اصلا هیچ اثباتی نمیخواست. خب امروز یک مختصر آشنایی با کلاس داشتیم، ولی در همین مختصر آشنایی درس یک رو هم با هم دیگه تمام کردیم. بازم تاکید میکنم من مطمئن هستم که شما پازل ذهنیت هنوز کامل نشده. چرا؟ برای اینکه اصلا ما تو زندگی عادی و روزمرمون از این اصطلاحات استفاده نمی کنیم. این مفاهیم نیستن که برای ما آشنا باشن. ما تا دیروز اصلا به این که وجود چیه، ماهیت چیه، نمیدونم اینا اصلا جدان، این همان، ذهن کجاست، عالم خارج کجاست، ذاتی چیه، عرضی چیه، ما اصلا در مورد اینها با هم هیچ مثلا تو زندگی عرفیمون و روزمرمون هیچ آشنایی نداریم. ولی از امروز داریم وارد یک هیته دیگری میشویم، فلسفه دوازدهم. توش یک عالمه اصطلاحاتی داریم که بعد اصطلاحات رو بشناسیم و یواش یواش این نحوه فکر کردن هم جای خودش رو تو منظومه فکر شما پیدا میکنه، جای خودش رو پیدا میکنه که آقا من اینجا باید بشینم، اینجا باید توضیحاتی رو در حقیقت داشته باشم، این فهم رو من باید اینجا داشته باشم. این اتفاقاتیست که برای شما میفته. من چند چیز از شما میخوام. یک، لطفاً متن کتاب درسیتون رو یک، دو یا سه بار بخونید. دو، حتماً جزوه رو بگیر، پرینت بگیر و بعد تستای جزوه رو بزن. حتی اگر متوجه نشدید لااقل بخون از روش، تا من هفته بعد خواستم این کار رو انجام بدم. بله راضیه، کاملاً حرف شما درسته. باید متن کتابتون رو بخونید. باید بخونید. اصلا باید به اون زبان آشنا بشین. من خیلی وقتا بچه‌ها میگن آقا میشه راحت تر بگیم؟ میگم بله میشه به راحتی توضیح داد، از این راحت تر. ولی تست رو که به زبان راحتی بهت نمیدن، تست زبانش سخته. پس تو اگه سخت یاد بگیری، هر سختی هم که جلوت بذارن جواب میدی. اما اگه قرار باشه یادگیرید راحت باشه، خب اون وقت باید فقط وقت هدر کردی، چون به محض اینکه یه دونه تست و یه کوچولو بالا پایی میکنن فاتحت خونده است. پس
درس رو میخونی از رو کتاب درسی، تست هاش رو میزنی، هفته بعد که در خدمتت هستم که دیگه در حقیقت جلسمون کامل میشه، امروز ما جلسمون همینجا تمام میشه، هفته بعد که در خدمتتون هستم اول درس یک رو دوباره برات توضیح کوتاه میدم، تستا رو دونه به دونه برات تحلیل میکنم، وقتی که دیگه خیالم راحت شد درس یک مشکل نداری وارد درس دو میشیم که البته میدونی ساده تر از درس یک هست و بعد درس سه که ساده تر از درس دو هست و خود به خود یک کوچولو دیگه کتابتون تو سرازیری میفته و انشالله ساده تر هم خواهد شد. من در خدمتون هستم، اگه سوالی، پرسشی هست، مطلبی هست که حالا اول جلسه نبودید یا هر چیز دیگه به من بگید و الا که انشالله بریم هفته بعد بیایم و در حقیقت کلاسمون رو با تست زنی و به شکل واقعی از هفته بعد شروع کنیم. اگر سوال و پرسشی هست بگیم. چون من با شما یه مقداری فاصله مجازی دارم، فرستادن سوالات کوچولو بیشتر طول میکشه. ببینیم کسی از دوستان سوال و پرسشی داشته. یاسمن جزوه به محض اینکه کسی ثبت نام انجام بشه براش میاد. رازی 3:30 کلاسمون برگزار میشه. کلاسمون 3:30 تا 5:30 هست. انشالله از هفته بعد 3:30 تا 5:30 هستیم. بله محدثه. بله. امروز دیگه چون درس یک رو دادم نمیخوام وارد درس دو بشم و خب تستی هم که نداشتیم فعلا بزنیم، کلاسمون زودتر تعطیل میشه، ولی هفته بعد بله. خب ایشالا که هر کجا هستید سالم باشید و سرحال. قربان شما، خدا نگهدار.